آرون جیمز، اولین دریافت کننده پیوند کامل چشم در تاریخ پزشکی جهان. گروه جراحان دانشگاه نیویورک در لاگون این جراحی بی سابقه را انجام دادند. و حالا بعد از بهبودی محل زخم ها مجوز رسانه‌ای شدن موضوع توسط بیمار و تیم جراحی داده شده. دو سال پیش آرون جیمز در اثر اتصال کابل 7200 ولتی برق به بدنش، چشم، تمام بینی، دندانهای جلو، گونه، چانه و دست چپش را از دست داد. نجات معجزه‌آسای او اکنون با یک موفقیت تاریخی در جراحی پیوند اعضا همراه شده. پیوند صورت و چشم که تاکنون به عنوان یک تجربه آزمایشی روی پیکرهای بیجان انجام می‌شد، حالا به یک جراحی واقعی بدل شده. کاری که ما انجام دادیم دیگه آزمایشی نیست. یک قدم جلوتر رفتیم و میتونیم بگیم جراحی صورت یک رویه کاریه. به خصوص که پیوند کامل چشم رو هم انجام دادیم. البته پیدا کردن صورتی که با اسکلت صورت دریافت کننده همخوانی داشته باشه خیلی اهمیت داره. هماهنگی بین اعضای تیم جراحی باعث شد این جراحی در مدت 21 ساعت انجام بشه. این تصویر پس از عمل آرون جیمز است، با خطوطی که محل پیوند را نشان می‌دهند. تصویر واقعی پیش از عمل او در این گزارش نشان داده نمی شود. بازسازی جراحی پیوند به شکل گرافیکی نشان می دهد که چگونه یک چشم و تمام عضلات جلوی صورت و گردن اهدا کننده به دریافت کننده انتقال داده شده. چالش اصلی این جراحی چگونگی پیوند عروق و اعصاب صورت اهدا کننده به دریافت کننده بود، به طوری که عروق و اعصاب در بدن تازه به خوبی عمل کنه. الان باید به دنبال راه حلایی برای این باشیم که اگر بینایی چشم قابل بازیابیه، چطور میتونیم چشم و مغز رو برای دریافت پیام‌های بینایی آموزش بدیم. این کار یک حوزه جدید کاریه و مشتاقیم بریم جلو و برای سوالاتمون جواب پیدا کنیم. تیم جراحی دانشگاه نیویورک در لاگونا پنجشنبه گذشته اعلام کرد عروق و اعصاب در ناحیه پیوندی به خوبی خون و پیام‌های عصبی را منتقل می‌کنند. دوباره میتونم بوها رو حس کنم. دوباره میتونم غذا بخورم و مزه غذا رو بفهمم. بعد از یک سال و نیم میتونم همسرم رو ببوسم. ممکنه عجیب باشه، ولی تا وقتی نتونید این کارها رو انجام بدید متوجهش نمی‌شید. میخوام بدون اینکه صورتم رو با پارچه بپوشونم برم بیرون. اعتماد به نفسم خیلی زیاد شده. میتونم همه این کارها رو انجام بدم. آرون جیمز، دریافت کننده پیوند، باید هر ماه برای بررسی محل جراحی از ایالت آرکانزاس به نیویورک سفر کند. هماین خیری، لندن.